سوالی داشتم در مورد تشکیل کشور یهود، اینکه خب همه ما هم تاریخ میگه هم کتاب مقدس میگه که یهود حالا که ریشهشون کنعانه و از مصر مهاجرت کردن به فلسطین، حتما قبل از مهاجرت مصر فلسطینیان اینجا بودن، یعنی در حقیقت سرزمین اسرائیل سرزمین پدری فلسطینیان میشه، که بعد از اینکه حالا خداوند، حالا اعتقاد من که خودم مسلمانم، زمین رو بهشون میده، دوباره این زمین رو ازشون پس میگیره، که خود حالا کتاب مقدس هم اشاره کرده. حالا اینکه به چه حقی دوباره برمیگردن بنی اسرائیل به این سرزمین، باید بیشتر در موردش بحث کنیم. چرا بنی اسرائیل دوباره مثلا به چه اجازه ای برگشتن به سرزمین؟ اگه خود خدا این سرزمین رو نداد، خودش هم گرفت، دوباره چرا؟ آیا مثلا رهبری، نبوتی، کسی اومده به چه حقی برگشت؟ اگه اجازه بدین در مورد حملات اسرائیل در ایران، جناب ابراهیم زاده، من پرسش اول رو پاسخ بدم بعدا. نگاه کنید، شما یه مسئله هست که تاریخه. آیا شما تاریخ نگاری رو مرور میکنید یا تاریک نگاری رو؟ یعنی تاریک نگاری بر این بوده که بیان یه گروهی رو برای اینکه مستولی بشن بر اذهان عمومی بگن که بله ما هستیم، من همانا که بابت رستم پهلوان، و همه رو به کنار زدند و به هر حال ما هستیم که 57 کشور اسلامی رو دارا هستیم و 22 کشور به هر حال 22 کشور عربی رو، یعنی 79 کشور اسلامی و عربی، و جایی برای ملیت اسرائیل و یهود که 3000 سال پیشینه نیاکانشون در اینجا بودن، در کتاب انبیا آمده و کتاب به هر حال تورات نیز آمده که ما زیربنای تمدن بشری، ده فرمان هست، زیربنای آیین محمدی و آیین عیسوی بر روی اهل کتاب خوانده شدن و اهل ذمه خوانده شدن. کتاب جناب یوسف شریفی رو اگه شما مرور بکنید، درد دل اهل ذمه یا اهل کتاب هم پی خواهید بود بر این 1400 سال بر آنها چه گذشت. دو، شما تاریخ رو اگه نگاه بکنید، شما عراقی نداشتید، شما لبنانی نداشتید، شما سوریه ای نداشتید. اینها جزوی از قلمرو چه امپراتوری بودن؟ امپراتوری عثمانی، که با ترفندهای انگلیسی آمدند و اون رو تجزیه کردند و مندات رو هم فرانسه گرفت، هم روسیه، یعنی که هم فرانسه گرفت و هم انگلیس. یعنی این کشورهای تصنعی هستند. نام فلسطین نه در قرآن برده شده و نه نام اورشلیم در قرآن کریم برده شده. نام فلسطین در اصل، نام فلسطین نامی هستش که به عبری فلسطینیون ازش بپرسید یعنی چی؟ اصلا این واژه از کجا آمده؟ یه بار ازشون بپرسید دیگه، یک بار برای همیشه. نام فلسطین رو آدریانوس داده بعد از اینکه یهودیان رو از یهودا و سامره آمدن تبعید کردن و اخراج کردن که بتونن در اونجا جایگاهی برای خودش داشته باشن، دوباره نیان معبد دوم رو یا سوم رو بسازن. بعد از خرابی معبد اول، همون کوروش بزرگ رو به عنوان تنها مسیح های یهود که پروانه برگشت رو داد و اولین صهیونیست که شما دارید میگید بعد از موسی بن امرام پیامبر، کوروش بزرگ بوده اولین صهیونیست. این رو به خاطر بسپارید. مسئله دوم، آدریانوس بود نام فلسطین رو بر این سرزمین گذاشت. وقتی که آمدند و دیویژن رو انجام دادند و تقسیم کردند این اراضی رو بین یهودیان و اعراب، نام فلسطین برده نشده بود در هیچ جا. وقتی که آمدند و اردن هاشمی رو که 78% فلسطینیون هستند رو
گفتن که کناره باختری و کناره برای غربی و شرقی رود اردن رو ما نمیتونیم به خاطر اینکه جمعیت کمی از یهودیان هنوز نیامدند و مهاجرت نکردن به آنها بدیم، پس آمدن باز پس گرفتن انگلیسی های استعمارگر و کلونیالیست و آمدن کشورهای تصنعی رو ایجاد کردن که من جمله اردن هاشمی که ملکش هم فلسطینی. دو، سوریه همینطور عراق و آمدن سوریه عراق و همینطور و اردن رو رفتن از فرزندان شیخ عبدالله رفتن آوردن از عربستان که حتی نمیدونست ملیگرایی یعنی چی. آمدن ملیگرایی یهود رو پشتوانه بهش دادن و ملیگرایی عرب رو که بیان امپراتوری عثمانی رو منهدم بکنن و به فروپاشی انجامی در جنگ جهانی اول که تونستن قدرت رو در دست بگیرن. نام فلسطین به هر حال نامی بوده که آدریانوس به این سرزمین آبا اجدادی یهودیان داده شده و در وهله دوم آمدن و این قسمت رو بعد از دیویژینی که انجام دادن در مجمع سازمان ملل، سازمان ملل آمد بهش میگن وقتی که شما یک ریشه‌ای از آبا اجدادی خودتون دارید، همین که جناب سفری فرمودند، شما بر میگردید به اون سرزمینی که آبا اجدادی خودتون بوده و سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم که 6 میلیون یهودی آواره بودند و کشته شدند و میلیون ها نفر آواره نیز بودند، سازمان ملل به رسمیت شناخت این دو دولت رو، دولت اعراب رو و دولت اسرائیل رو که بعد از جنگ جهان، جنگ شش روزه یا ون جنگ 1948، 3 سال بعد از جنگ جهانی دوم، 6 میلیون که کشته شدن، کشتار دست جمعی که یهودیان داشتن، کورای آدم سوزی و غیره، بعد از 3 سال موفق شدن، بعد از 2000 سال که در این سرزمین بودن، در حبرون بودن، در غزه بودن، در اورشلیم بودن یهودیان و از نمیتونستن برن حتی حبرون که معارات مخفلا خانده میشه، برن اونجا نیایش بکنن تا پله 7 به اونها اجازه داده میشد در دوران امپراتوری عثمانی در جنگ 1948، سنگقبرهای یهودیان که در کوه زیتون بود و آمدند و سنگ فرش کردند و همه رو کندند که نامی از یهودیان باقی نمونه، آمده بودند تمام مزوزه ها که در درب خانه های یهود رو که قتل عام کرده بودند رو آمدند و آنها رو در اختیار خودشون گذاشتن و یهودیان رو از اونجا اخراج کردند. وقتی که یک گروه با زور و زر و تزویر و زن ستیزی اشغال کرده یک مملکت خودش رو، مملکتی رو که حتی اون رو آباد نکرده، عزیزم نکن، تا حالها در تاریخ، در تاریخ کشورهای عربی بیت المقدس، بیت المقدس که همون بیت المقدس یهودی و معبد سلیمانی باشه، به عنوان یک پایتخت در هیچ جای کشورهای عربی و اسلامی برده نشده، به عنوان، فقط به عنوان مکه، مدینه و اورشلیم بوده که از نظر تاریخی عبدالملک بر این بوده که به حج نروند به مکه و مدینه، پس اومدن جایی رو اتخاذ کردن از این نقطه نظر که بیان مسجد الاقصی در اونجا بسازن و مسجد عمر رو در اونجا بسازن، یا اینی که گنبد طلایی. و گنبد طلایی اگر شما دنبال بکنی از نظر معراج السما که برحال پیامبر اکرم در آنجا گفته شده که صعود کرده به آسمان ها برای اینکه چند نیایش رو برای مسلمانان بیان وضع بکنن، نامی از فلسطین در اونجا در این گنبد طلایی برده نشده، بلکه اون بر روی معبد سلیمانی بنا شده. وقتی شما صحبت از 3333 سال میکنید، 1400 سال حتی به نصف اون هم نمیرسه. با سپاس. نمیدونم.
اجازه میدید من